یوروپیان وایس چاپ بروکسل CMA 2013 نهم خرداد 92 فراخوان 18 شخصیت برجسته اروپایی و آمریکایی که از اشرف بازدید کرده اند به آمریکا و ملل متحد. اقدامات کوبلر در لیبرتی باید در دادگاه بررسی شود. ما آماده ایم در این دادگاه شهادت بدهیم. پرونده اشرف و لیبرتی را از کوبلر بگیریم و به کمیساریای عالی پناهندگان بدهیم. ساکنان را به اشرف برگردانیم. بیانیه کمیته بین المللی در جستجوی عدالت. ما امضا کنندگان این بیانیه در سالهای 2003 تا 2008 هنگامی که حفاظت ساکنان اشرف بر عهده نیروهای ایالات متحده بود از این کمپ دیدن کرده ایم و در موارد متعدد و به طور کامل برای چند روز با ساکنان صحبت کرده ایم. ما همچنین وضعیت کمپ لیبرتی را طی 18 ماه گذشته از نزدیک دنبال کرده ایم و در بررسی موضع نماینده ویژه سازمان ملل متحد مارتین کوبلر که ریاست هیئت همیاری سازمان ملل در عراق یونامی را بر عهده دارد به این نتیجه تلخ رسیدیم که هدف واقعی کوبلر بستن کمپ اشرف به هر قیمت و از بین بردن سازمان مجاهدین خلق ایران اپوزیسیون اصلی رژیم توتالیتر حاکم بر ایران است. در جلسه استماع کنگره آمریکا، آقای طاهر بومدرا، مقام ارشد پیشین سازمان ملل متحد در عراق، تحت سوگند فاش کرد که تصمیمات یونامی در اشرف در نخست وزیری عراق و سفارت حکومت ایران اتخاذ می شود. تنها در پایان 2011 و آغاز 2012، کوبلر 5 بار با سفیر ایران در عراق حسن دانایی فر که از فرماندهان به خوبی شناخته شده نیروی قدس است ملاقات کرده و در مورد اشرف رایزنی کردند. پس از این جلسات کوبلر در یک بی‌خانمانسازی اجباری ساکنان اشرف را به زندان لیبرتی منتقل کرد. او به آنها وعده داد که لیبرتی از استانداردهای بشردوستانه برخوردار است و آنها در لیبرتی امنیت خواهند داشت و به سرعت به کشورهای سوم منتقل خواهند شد. متاسفانه به زودی ثابت شد که قولهای توخالی بود. در جلسات و مصاحبه‌های مختلف کوبلر ادعا کرده بود که نیمی از ساکنان پس از انتقال آنها به لیبرتی به ایران باز خواهند گشت. هنگامی که این اتفاق نیفتاد، با استفاده از کارکنان خود به عنوان ناظران یونامی، فشار را بر ساکنان دوچندان کرده است. آشنایی ما با ساکنان لیبرتی، مکالمات تلفنی با آنها و مطالعه گزارش روزانه لیبرتی از یک سو و رفتار مکرر کوبلر از سوی دیگر، ما را به این نتیجه می رساند که به احتمال قوی، او نه تنها مجری اهداف سازمان ملل متحد نیست بلکه به بازیچه دست مقامات و رژیم‌هایی تبدیل شده که قصد از بین بردن ساکنان را دارد. با توجه به موارد فوق ما تأکید می‌کنیم که تنها هدف ساکنان لیبرتی این است که میهن خود را آزاد کنند و این طبیعی است که آنها به هر قیمتی انحلال یا نابود کردن سازمان خود را نپذیرند. آنها در حرکت ایران به سوی دموکراسی و ثبات، جلوگیری از افراط‌گرایی و جنگ داخلی عاملی تعیین کننده هستند. اقدامات انجام شده توسط کوبلر و کارکنان وی در لیبرتی مجرمانه است و باید در یک دادگاه صالح مورد بررسی قرار گیرد. ما آماده ایم که در این دادگاه شهادت بدهیم. یک تفاوت واقعی بین اقدامات کوبلر و دیگر اشتباهات سازمان ملل در رواندا، سربنیتسا و سریلانکا وجود دارد. زیرا در مورد اشرف و مارتین کوبلر، موضوع بسیار فراتر از ترس یا سهل‌انگاری، یک تبانی آشکار با عاملان سرکوب و محاصره است. ما مصرانه از ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل می‌خواهیم که مارتین کوبلر را از پرونده اشرف و لیبرتی برکنار کنند
و مسئولیت را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بسپارد. ساکنان برای برخورداری از حفاظت و امنیت نسبی بلادرنگ به اشرف برگردانده شوند. ما خواهان ایجاد یک هیئت تحقیق بین المللی برای بازنگری در اقدامات کوبلر هستیم. نتیجه تحقیقات آنها باید در اختیار عموم قرار بگیرد.